بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، امید که صحت عافیت کامل داشته باشیم و یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشیم. در ادامه درس گذشته خود که مضمون ریاضی صنف نهم است، قسمت الجبر، شما میتونید ویدیوهای ما را از طریق یوتیوب چینل پانتون دنبال کنید و به خاطر اینکه بتونید ویدیوهای خوبتر و بهتر از ما ببینید، پس لایک و سابسکرایب چینل را فراموش نشه. و در ادامه درس گذشته خود که درس گذشته ما کوچکترین دریافت کوچکترین مضرب مشترک بود، در این درس ما تقسیم افاده های الجبری را میکنیم. به چه شکل افاده های الجبری را با یکی دیگه تقسیم میکنیم؟ یک افاده های الجبری را میتونیم به چند شکل، به شکل خود کسری هم تجزیه کنیم، به شکل خود کسری هم، به شکل خود عملیه تقسیم هم انجامش بدیم. خب به شکل کسری هم از تجزیه استفاده میکنیم. یک افاده الجبری خود تجزیه میکنیم، تجزیه کردیم تا اینکه با هر حد جدا جدا خلاص شده بره، هر حد که داخل باقی مون میگه و همین حد جواب ماست. در این قسمت کار کردیم تا اندازه که حل شود. خب وقتی بخوایم کارش کنیم، یک مثال ازشان کار میکنیم. فرض مثال گفتم، مثال اول در تقسیم افاده الجبری چند نکته را گفته، میخونیم ببینیم که مفید است یا نه. گفته پولینوم مقسوم و مقسوم علیه را به شکل نزولی ترتیب بدیم. یعنی اول باید ترتیب بدیم یک پولینوم از بلندترین توان به کوچکترین توان ترتیبش میدیم. خوب است، حد اول پولینوم مقسوم را بالای حد اول پولینوم مقسوم علیه تقسیم نموده و حاصل آن حد اول خارج قسمت میباشد. حد اول پولینوم مقسوم را بالای حد اول پولینوم مقسوم علیه تقسیم میکنیم، هر چیزی که ما دوجا نشتهش میکنیم. خب و حاصل آن حد اول خارج قسمت، خارج قسمتش میباشد. خارج قسمت حاصل شده را به هر حد مقسوم علیه ضرب نموده و حاصل را از حدود مشابه مقسوم تفریق می نماییم و بعد از اونجا مثل عملی تقسیم عمل بکنیم. خب سپس مراحل 2, 3, 4 را تا وقتی ادامه می دهیم که حدود باقی مانده صفر و یا درجه آن به اندازه یک درجه درجه حدود مقسوم علیه کمتر، یعنی که از درجه خود توان که در اونجا می باشه کمتر شود. خب در مثال کار کنیم، باز واضح تر می فهمیم. فرض مثال، مثال اول گفته x مکعب منفی 6 مربع مثبت 26 مثبت 30. x مکعب منفی 6 مربع منفی 26 مثبت 30 مثبت 30 تقسیم بر x منفی 6 میکنیم. گفته حد اول از این را تقسیم حد اول ازی میکنیم که هر چی حاصل شد دیگه نشتهش میکنیم. میایم x مکعب تقسیم x کنیم، توانش یک، از قاعده مساوی یک توان 3 منفی 1 میشه x مربع. x مربع را دیگه نشتهش میکنیم، x مربع را دیگه نشته میکنیم و ضرب میکنیم، عملی تقسیم خود انجام میدیم. خب میایم x مربع را اینجا نشته میکنیم، میایم x مربع را ضرب کنیم میشه x مکعب مثبت ضرب منفی و میشه منفی 6x مربع. چیز علامه که در اینجاست خلاف میسازیم میشه، علامهش مثبت است منفی میسازیم، منفی است مثبت میسازیم میشه، جمع تفریق میگیریم. مثبت x مکعب که منفی x مکعب خلاص میشه، منفی 3x مربع که مثبت 6x مربع میمونه 3x مربع، از x مربع یک شو میگیریم، از 6 که 3 بره 3 باقی x مربع، از حدود دیگر هم پایین میگیریم، منفی 23x مثبت 3. خب ما می چی میکنیم؟ x تقسیم 3x مربع میکنیم، 3x مربع تقسیم بر x، این توان که ازی خلاص میشه میمونه 3x. اینجا چیزی رو که ضرب میکنیم اینی را به اینجا ضرب میکنیم، نشته میکنیم و امروی قسمت بالا ضربش میکنیم، ضربش میکنیم مثبت 3x، مثبت 3x. خب مثبت 3x که ضرب کنیم به چه شکل ضرب میکنیم؟ ضریبش علایده ضرب میکنیم، خود مجهول علایده ضرب میکنیم، میگیم 3 ضرب 1 مو 3 x ضرب x مو x مربع، x مربع 3 ضرب 6 مو 18، علامه منفی، منفی 18 x مو کدشون میگیریم. خب علامه رو به خلاف تبدیل میکنیم، مثبت است منفی، منفی است مثبت، مثبت 3x مربع که منفی 3x مربع خلاص میمونه منفی 23x مثبت 18x، چیزی که باقی میمونه منفی 5 x مثبت 3، منفی 5 x مثبت 3. خب x منفی 6 است، x خب 5 منفی 5 x، منفی 5 x تقسیم بر x میکنیم، تقسیم بر x میکنیم،
تقسیم بر x. خب x میگم که x خلاص میشه مساوی با منفی 5 منفی 5 اینجا نشته میکنیم، منفی 5 اینجا نشته میکنیم، باز ضربش میکنیم منفی 5 منفی 5 یک ضرب x کنیم میشه منفی 5 x منفی ضرب منفی و مثبت 5 ضرب 6 شما سی سی میشه. خب علامه رو به خلاف علامه تبدیل میکنیم، منفی است مثبت میسازیمش، مثبت است منفی میسازیمش، منفی 5x که مثبت 5x خلاص میشه، مثبت 3 که منفی 3 خلاص میشه، باقی مانده 0 و اینم جواب ما x مربع مثبت 6 منفی 5 x مربع مثبت 6 منفی 5 جواب از این سوال ما میشه. خب یک مثال دیگر اون کار میگن تا شما با وضاحت بفهمید یادش بگیرید. خب مثال دوم هم کار میکنیم، مثال خب مثال دوم خود هم کار میکنیم، مثال سوم هم کار میکنیم، مثال سوم هم کار میکنیم. مثال سوم چی گفتم؟ 2x مربع مثبت x به توان 4 منفی 3x، 2x مربع مثبت x به توان 4 مثبت x به توان 4 منفی 6x مثبت 1، 6x مثبت 1، 6x مثبت 1. خب اول تقسیم بر چی گفته؟ تقسیم میکنی بر چی؟ x مثبت 3، x مثبت 3. خب ما چه شکلی کار انجام میدیم؟ اولا باید ترتیب بدیم، از توان بزرگ بزرگترین توان چند است؟ x به توان 4، x به توان 4، باز توان 4 توان شبیه است 3 باید بیا میگیم جمع 0 x به توان 3، باز توان 3 باید چه می داد؟ 0 دالت ضرب خاطر میگیریم، چون 0 ضرب عدد 0 میشه، از این خاطر میگیم 0 ضرب x به توان 3، چون توان 3 را موجود نداشتیم. میگیم جمع 2x مربع باز توان x منفی 3x مثبت 1 تقسیم بر x مثبت 3، x مثبت 3. خب عمل تقسیمش انجام میدیم، x به توان 4 تقسیم x کنیم چند میمونه؟ x مکعب میمونه، x به توان 4 تقسیم بر x میمونه x مکعب، x مکعب که ضرب کنیم میشه x به توان 4، x به توان 4 مثبت 3x مکعب، مثبت 3x مکعب. علامه رو به خلاف تبدیل میکنیم، مثبت است منفی، مثبت است منفی. خب چیزی که باقی مونده نشش میگه x به توان 4 که x به توان 4 خلاص میشه منفی 3x مکعب مثبت 2x مربع منفی 6 مثبت 1، مثبت 1. خب میم x مکعب تقسیم x میکنیم چی میمونه؟ x مربع میمونه، x منفی 3 x مکعب تقسیم x کنیم چی میمونه؟ منفی 3 x مربع میمونه، این ریژیو نشته میگیم منفی 3 x مربع، منفی 3 x مربع ضربش کنیم. خب چی میشه؟ منفی 3 ضرب 1 مون منفی 3 x مربع ضرب x مون x مکعب میشه، منفی 3 ضرب 3 ما مثبت 3 ما میشه منفی 9 x مربع، علامه بخلافش این منفی 3 x مکعب کده مثبت 3 x مکعب خلاص میشه مثبت 2 9 ما 11 x مربع منفی 3 x مثبت 1، چیزی که باقی میمونه x مربع را که تقسیم چند کنیم؟ تقسیم x کنیم چی میمونه؟ x میمونه، ضریبش هم 11 است، خیلی میگه مثبت 11 x میکنیم، مثبت 11 یک ضرب کنیم میشه 11 x مربع 3 11 ما 33 مثبت 33 x 33 x علامه بخلافش مثبت است منفی، این منفی 11 x مربع که منفی 11 x مربع خلاص میشه منفی 3 x منفی 33 x منفی 36 x منفی 36 x مثبت 1. خب وقتی بخوایم ضربش کنیم میشه منفی 36 x منفی 36 x تقسیم بر x فکر میشه فقط تقسیم یک هدش x با x خلاص میشه منفی 36 منفی 36 منفی 36 باید اینجا نشته شود منفی 36. خب ما دیگه قسمت پایین نشتهش میکنیم منفی 36 منفی 36 x ضرب کنیم میشه منفی 36 x منفی 36 x x منفی ضرب منفی 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 ضرب مثبت منفی 36 x ضرب 3 کنیم 3 3 90 میشه 3 6 18 108 منفی 108 منفی 108 علامه با متضادش منفی است مثبت منفی است مثبت تبدیلش میگه منفی 36 x کرد مثبت 36 x خلاص میشه 108 جمع 1 ما 109 109 اینجا نشته میکنیم 109 باقی مانده باقی مانده باقی مانده باقی مانده ما این عدد شد حاصل ما این عدد x مکعب منفی 3 x مربع مثبت 11 x منفی 36
شش حاصل مایی شد. بخواییم کس پس ثبوتش کنیم. ثبوت به چه شکل است؟ اینمی عدده که در اینجا حاصل شده. ضرب چند میکنیم؟ ضرب در حالت ضرب مشته میکنیم با چی؟ با اکس مثبت 3. اینمی عدد ضرب از یادت میکنیم در آخر. هر چیزی که حاصل شد جمع اکس در نو میکنیم. جمع اکس در نو میکنیم. هر چیزی که حاصل شد اینمی عدد پس با ما میتونیم. زمان که همی کار کنیم با ما اینمی عدد پس میتونیم با ما. خب مثال دوم خودتان کار میکنید، در ادامه سوالای تمرین رو خودتان کار میکنید. اگر در قسمت که مشکل می داشته باشین در قسمت کوین در مرای ما شریکش بذارید. این بود درس مزمونیتی. ما امید کردید چیزی را آموخته باشید.